وقت شما همه بینندگان و شنوندگان این برنامه به نیکی. به برنامه دیگری از انکارگران هولوکاست بسیار خوش آمدید. من هرات هستم، در کنار آقای منشه امیر تلاش میکنیم که پاسخ چند سوال ما بین بسیار شما رو بسیار زیادی از سوالاتی که انکارگران مطرح میکنند رو کمک بگیریم و پاسخش رو از آقای امیر بشنویم. آقای امیر، ضمن خوش آمدگویی به برنامه دیگری است میپردازیم در مورد ادعاها و افتراهایی که انکارگران هولوکاست مطرح میکنند در برابر افرادی که از روی نادانی و یا غرض‌ورزی و حتی برنامه‌ریزی کشتار انسانهای دیگر و وقوع هولوکاست و جنایات آلمان نازی را انکار میکنند. ادعا میکنند که یهودیان یا در این زمینه کاملا دروغ میگن و یا درباره شمار کشته شدگان اقرار میکنن. در برنامه‌های پیشین شماری از این ادعاها و افتراها رو آقای امیر مطرح ساختیم. در این برنامه می‌خواهیم از روال همیشگی بیرون بیایم. آقای امیر، پرسش ما این هست که البته ذهن خود یهودیان رو به این مسئله مشغول داشته و اون اینکه ارتش‌های متفقین در زمان جنگ جهانی علیه سربازان آلمان نازی جنگیدن و قصد شکست اونها رو داشتن. سوال اینجاست، از جنایات نازی‌ها علیه یهودی‌ها آگاهی داشتن، تمام فجایع رو خبر داشتن، چرا به کمک یهودیان نیامدن؟ چرا یک ملت مظلومی رو که هیچ امکانی نداشتن برای نجات، برای اینکه یک پناهی داشته باشن، در برابر ارتش آلمان نازی بتونن از خودشون دفاع کنن، تنهاشون گذاشتن و هیچ کدامشون به کمک نیامدن؟ در همین زمینه و به دنبال همین موضوع، چرا حتی پاپ اعظم کاتولیکای جهان در کشورهای اروپایی به هر حال نفوذ بسیار زیادی داشته، پاپ اعظم از آلمان نازی خواستار نشده است که به کشتار یهودیان پایان بدید و در واقع مانعی باشه بر سر این کشتار همگانی یهودیان؟ چه توضیحی میتونید آقای امیر عزیز به ما بدید؟ بفرمایید. ببینید، این پرسشی که مطرح کردید یک واقعیت بسیار تلخه، بسیار بسیار تلخه، و این واقعیت یه بار دیگه هم تکرار شده و گویا گفتیم در یکی از پاسخ و پرسش‌های پیشین که هیتلر دید که در سال 1905 در امپراتوری عثمانی که وارد جنگ شده بود آمدن و ادعا کردن که ارامنه تحت تسلط امپراتوری اینها جاسوسن و باید نابودشون کرد و بیش از 1 میلیون نفر، زن و مرد و کودک و بزرگ و کوچک ارمنی رو که هیچ امکان دفاعی از خودشون نداشتن کشتن، سر بریدن، تکه تکی کردن. و هیتلر دید که یک چنین جنایتی اتفاق افتاده، دنیا واکنشی نشون نداده، گفت اگه اینطوره منم میرم یهودی ها رو میکشم، نسلشون رو برمیاندازم و دنیا اعتنایی نخواهد کرد. بله، در محاسبش هیتلر در این زمینه اشتباه نکرده بود. هیتلر اشتباهات بسیار مرتکب شد و آخرش هم خودکشی کرد، ولی در این زمینه ارزیابیش درست در آمد. یهودیان رو در طول جنگ می گرفتن، می بردن بازداشتگاه، از بازداشتگاه به اردوگاه می کشتند و خاکستر می کردن و دنیا هیچ واکنشی نشون نداد و هیچ اقدامی نکرد و نمیتونن بگن که اطلاع نداشتن. اطلاع داشتن، شاید نمیدونستن ابعادش تا این حد جدی و گسترده است، ولی اطلاع داشتند. حالا اینها میاین و یک استدلال مطرح میکنن و اون این است که میگن خب جنگ بوده دیگه، وقتی که نیروی هوایی آلمان میاد شهر ورشو رو بمباران میکنه و زن و کودک و کوچک و بزرگ کشته میشن، خب یهودی ها هم در این جنگ میگیرنشون، میبرن، میکشنشون. و این کاملا فرق داشت، به خاطر اینکه بارها گفتیم در این پرسش و پاسخ ها که بله،
در جنگ جهانی دوم بیش از 50 میلیون نفر قربانی شدند، ولی اونها در جریان جنگ کشته شدند. یهودیان رو بدون اینکه در جنگ دخالتی داشته باشند، آلمان هیتلری می آمد، می گرفت، می برد و می کشت و نابود می کرد. یعنی یک دستگاه شیطانی، دستگاه عظیم شیطانی رو برای اجرای این هدفش برپا کرده بود. بنابراین فرق می کنه. بعد می گردم به پرسش شما که چرا متفقین هیچ کاری نکردن که یهودی ها رو نجات بدن. و پاسخ اول این است که گفتن ما الان در جنگ هستیم و همه دارن کشته میشن و ما با آلمان نازی در حال نبرد هستیم و یهودی ها هم بخشی از قربانیان هستن. این یه پاسخ. آمدن سران جوامع یهودی گفتند آقایون ارتش متفقین، بیایید و ریل های راه آهن رو که یهودیان رو از غرب اروپا به آشویتس و لهستان و اردوگاه های مرگ منتقل میکنه، لاغل بیاد اینها رو بمباران بکنید که دیگه قطارها نتونن حرکت کنن و نتونن یهودیان رو به بازداشتگاه ببرن. گفتم ببخشید، ما الان مشغولیم، وقت نداریم، داریم در جبهه می جنگیم و برای ما بمباران کردن ریل ها اهمیتی نداره، ول کنید ما رو، بذارید به نبرد ادامه بدیم. آمدن جوامع یهودی گفتن ای آقایون متفقین، ای ارتش های متفق، بیایید و کوره های آدم سوزی اردوگاه های مرگ رو بمباران بکنید. گفتم ببخشید، ما به اندازه کافی بمب نداریم، به اندازه کافی هواپیما نداریم، این هواپیماهایی که داریم میخواییم علیه ارتش آلمان به کار ببریم و نه به هدر ندیم که بریم یک کوره رو یه جای غیر نظامی رو بمباران بکنیم. این بود که بی‌اعتنایی کردن و استدلالشون این بود که خیلی خوب، وقتی که ما تمام تلاش نظامی خودمون رو متمرکز کردیم و ارتش آلمان نازی رو شکست دادیم، اون موقع یهودی ها هم نجات پیدا میکنن، اونهایی که در اردوگاه های مرگ هنوز زنده ماندن رها میشن. بنابراین توجهی نکردن، اعتنایی نکردن و حاضر نشدن حتی بخش کوچکی از امکانات نظامی خودشون رو در اختیار این موضوع قرار بدن. و این در حالی که هیتلر داشت شکست میخورد، ولی تجهیزات خودش رو، کامیون‌های نظامی، راه آهن‌هاش رو، افراد و سربازان خودش رو مأمور کرده بود که به کشتار یهودیان ادامه بدید، متوقفش نکنید. همون کامیون‌ها و امکاناتی رو که در جبهه جنگ بهشون نیاز داشت صرف نظر کرد، داد در اختیار اردوگاه‌های مرگ که اونها زودتر و هرچه بیشتر یهودی بکشن. حالا میاییم و شما پرسیدید درباره پاپ اعظم و شیوه رفتاری او نسبت به هولوکاست. همونطور که شما در سوالتونم مطرح کردید، بله کاملا درسته، اروپاییان اکثرا مسیحی کاتولیک هستند و پاپ اعظم و دربار واتیکان در آن دوران نفوذ بسیار گسترده‌ای بر مردم اروپا داشتند. ولی پاپ اعظم، پاپ پیه 12، سکوت کرد، هیچ واکنشی نشون نداد. البته هیتلر فرد مذهبی نبود و اگر هم پاپ او را نصیحت میکرد که به جهنم میری، مواظب باش، دست از کشتار یهودیان بر ندار، تصور نمی کنیم که هیتلر به این توصیه و نصیحت پاپ اعظم گوش میکرد. ولی مسلماً سربازان نازی، اون یاران و همکاران یهود ستیزی که با ارتش آلمان همدستی میکردن که یهودیان رو بکشن، اگر پاپ با یک پیام آشکار می آمد و اعلام می کرد که
یهودیان افراد بیگناهی هستند که به اونها دست نزنید، شاید تا حدی برخی از یهودیان رو از مرگ نجات میداد. ولی پاپ اعظم این کار رو نکرد. ببینید اسناد این بی‌اعتنایی پاپ اعظم تا یکی دو سال پیش محرمانه مونده بود در آرشیو واتیکان در سردابه قصر واتیکان و اجازه نمیدادن که هیچ کس باز بکنه و دست بزنه. فقط در سالهای اخیر که این رو باز کردن و به محققین امکان میدن که برن بشینن اسناد رو بخونن، تحقیق بکنن و دربارش کتاب بنویسن. ما هنوز از ابعاد بی‌اعتنایی پاپ اعظم در جریان هولوکاست برای جلوگیری از کشته شدن یهودیان اطلاعات کامل نداریم که انشالله در سالهای آینده این اطلاعات به دست خواهد آمد. بنابراین پاپ اعظم که ظاهراً نماینده حضرت مسیح روی زمین است، که ظاهراً باید نماد راستین عدل و عدالت و معنویت و انسانیت باشه، سکوت کرد در برابر این جنایات. نه فقط سکوت کرد، بلکه بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان شکست خورد و افسران نازی فراری شدند و دنبال کشوری میگشتند که به اونجا پناه ببرند و از مجازات فرار بکنند، واتیکان به این افسران کمک کرد، بهشون گذرنامه‌های تقلبی و اوراق هویت جعلی داد که بتونن به کشورهای آمریکای جنوبی مهاجرت بکنن و شمار زیادی از جنایتکاران نازی و از جمله آدولف آیشمن که مسئول کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم از جانب هیتلر بود، او هم به آرژانتین گرفت که بالاخره دستگیرش کردن و به مجازات رسوندن. بنابراین پاپ اعظم نه فقط سکوت کرد در برابر جنایات نازی، بلکه عملا کمک کرد که جنایتکاران نازی از مجازات فرار بکنند. شاید یک علتی رو ما بتونیم بیاریم درباره این شیوه رفتاری پاپ اعظم، که البته توجیه نمیکنه، به هیچ وجه این رفتار پاپ اعظم قابل دفاع نیست، ولی شاید توضیح میده که یکی از عللی که این روش رو پاپ پی 12 هم در پیش گرفت این بود که واتیکان در سراسر اروپا کلیساها، صومعه ها، زمین ها و ساختمان های زیادی داره. یعنی واتیکان یکی از ثروتمندترین تشکیلات جهانه. ادعا کرده بودن که یهودیان ثروتمندن. خیر، اشتباه میکنن. ثروت دست واتیکانه، لااقل در کشورهای اروپایی. و پاپ اعظم میترسید که اگر صدای اعتراضش رو بلند بکنه، این اموال کلیسای کاتولیک رو در کشورهای تحت تسلط آلمان نازی مصادره بکنن و اونها رو از دست بده. یه علت دیگر هم شاید بشه گفت و اون این است که واتیکان هیچ ارتشی و نیروی نظامی نداشت و اگر پاپ می آمد و هیتلر رو عصبانی می کرد، همیشه این نگرانی رو داشت که مبادا هیتلر بیاد واتیکان رو هم تصرف بکنه و به مسیحیت آزار برسونه. در مجموع از کل پرسشی که شما کردید و پاسخی که من دادم، نتیجه گیری میکنیم که ملت یهود در فاجعه هولوکاست، در کشتار 6 میلیون نفر یهودی تنها ماند. دنیا بهش کمک نکرد. نتیجه‌ای که گرفته شد این است که یهودی هنگامی در امان خواهد بود که در وطن خودش زندگی بکنه. یهودی هنگامی در امان خواهد بود که ارتش خودش رو داشته باشه. و امروز ما می‌بینیم کشور اسرائیل جذب کننده شمار زیاد، درصد بسیار بالایی از یهودیان دنیا بوده و هست، یکی از بهترین ارتش‌های دنیا رو داره،
و از جان یهودیان دفاع میکنه و از هنگام برپایی کشور اسرائیل تا کنون نبردها بوده، جنگها بوده، قربانیان بوده، ولی یهودیان در امنیت نسبی خودشون رو احساس میکنن و توانستند که اون استعدادها و توانایی های خودشون رو شکوفاتر بکنن، هم در رشته ادبیات و فلسفه، هم در امور پزشکی و درمانی، هم در رشته صنعت و هم در رشته دانش های نوبنیان، تکنولوژی و غیره. اسرائیل امروز یکی از بهترین های جهان در بین کشورها محسوب میشه و علاوه بر این ما افتخار میکنیم که یک کشور دموکراسی هستیم. نمونه کامل دموکراسی رو شما در اسرائیل میابید، در اسرائیل، در منطقه ای که همه کشورهای دوروبرش در دیکتاتوری قرار دارن، شهروندان خودشون رو میکشن، اونها رو شکنجه میکنن، نابود میکنن و جنایات بسیار مرتکب میشن. در اسرائیل حتی مجازات اعدام هم وجود نداره، البته آیشمن رو گرفتن و اعدامش کردن، ولی این تنها موردی بود که فردی در اسرائیل اعدام شد. نتیجه این که یهودیان بزرگترین محنت و فاجعه رو در جنگ جهانی دوم تحمل کردند، ولی بالاخره بعد از 2000 سال انتظار و بعد از 150 سال مبارزه، یعنی از اواسط قرن 19 به بعد تا برپایی کشور اسرائیل در سال 1948، یهودیان الان توانستن استعدادهای خودشون رو شکوفا بکنن و امنیت یهودیان رو تامین بکنن. تا اینجا سپاسگزارم آقای امیر گرامی. و بینندگان و شنوندگان، برنامه ما رو به دوستانتان توصیه کنید، امیدواریم که مفید بوده باشه براتون و در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. اگر که تمایل دارید به جزئیات بیشتری از جنگ جهانی دوم و کشتار 6 میلیون نفر یهودی در جریان جنگ اطلاعات بیشتری به دست بیاورید، به وبسایت رادیو پیام اسرائیل در بخشی به نام هولوکاست مراجعه کنید، در اونجا میتونید که مطالعه بفرمایید. سپاسگزارم، تا دیداری دوباره، روز خوش. روز خوش.